به برنامه خبری رادیو زودی خوش آمدید. شعله گلخوجا هستم در خدمت شما عزیزان. نخست توجه کنید به موضوع امروز 28 می. نمایشگاه دهشت افکنانی اسیر. ریاست امنیتی ملی افغانستان تاکید میکند که اسیران همگی در تروریسم دست دارند. اگر من میدونستم که اینجا همه مسلمانند، من هیچ گوی اینجا نمیومدم. پایان روز نزدیک می شود. مقامات توجیک با جمع‌آوری فطر روز مردم آغاز کردند. ساکنان می گویند با کی دادن صدقه فطر را بهتر می دانند. از لینین با آزادی و یا چگونه نام دهه در جنوب تاجیکستان با زندگی ساکنان آن و حق تلاشیشان تاثیر گذاشته است. یک گوسفند کشتی آوردم سنگ ای پنج کشیدی ای پنج دوست پنج کشیدی خب این را بیتون چیشا اسوالشا اینا ایلهم سپر پرکاز بود در اینجا کشیدیم. در دوشنبه ملاقات پرزیدنت تاجیکستان و وزیر دفاع روسیه برگزار شد. جانب ها همکاری های نظامی را بررسی کردند. ملاقات اومالی رحمان و سرگی شایگو تخمیناً یک ساعت پس درهای بسته جریان گرفت است. شایگو در آغاز ملاقات از میزان همکاری های نظامی با تاجیکستان به عنوان یک شریک استراتژی روسیه ستایش کرده است. او گفته است مسکو با پشتیبانی دوشنبه ادامه می دهد. قبلا سخنگوی وزیر دفاع روسیه با مطبوعات گفت سرگی شایگو موضوع نفسوزی نیروهای مسلح تاجیکستان و هم فعالیت پایگاه 201 روسیه در این کشور را بررسی میکند. چند روز پیش نیروهای نظامی افغانستان ضمن عملیات در جنوب این کشور ده‌ها جنگجوی گروه های دهشت افکن را دستگیر نمودند. البته بعضی از بازداشت شده ها اصرار ورزیدند که آنها را به رهگومی انداختند، ولی مقامات افغانستان باور دارند که این جنگجویان هدفمندانه و برای انجام عملهای انتحاری به این کشور آمدند. کیومرسیاتو با تفصیلات بیشتر. افغانستان گروهی جنگجویان را با نقاب در روی و زولانه در دست نمایش داد. منصبداران ولایت جنوبی قندهار افغانستان میگویند در عملیات خدمات امنیت ملی 30 جنگجوی را به اسارت گرفتند. آنها اساسا پیروی طالبان و گروهی دهشت افکن دولت اسلامی میباشند. این گروه از 27 طالب و 3 شهروند پاکستان از ولایت پنجاب عبارت است که اعضای سازمان حافظ سعید یا خود لشکری طیبه بوده میخواستند به واسطه منطقه سپین بولدک ولایت قندهار به ولایت کنار رفته در شرق افغانستان در ناحیه نورگل به صفهای گروه های دهشت افکن دولت اسلامی پیوسته بر ضد دولت اسلامی افغانستان بجنگند. او د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت په ضد او د دې ولسونو په ضد باندې خپل تروریستي عمل سرته ورسید. یکی از اسیران سبب پیوستنش به صف دهشت افکنان را چنین شهر داد. اکبر بایله که ایدر کتا ایدر دوستم به من گفت که ما باید به افغانستان رفته به برادران مسلمانمان کمک رسانیم. او افزود که دایش بر ضد حکومت افغانستان می جنگد. اگر من می دانستم که اینجا همه مسلمانند، من هیچ گوی اینجا نمی آمدم. ریاست امنیت ملی افغانستان تأکید می کند که اسیران همگی در تروریسم دست دارند. آنها با تهیه حمله ها به سیماهای دینی و منصبداران امنیتی متهم می شوند. جنگجویان دایشی که در افغانستان نمایش داده شد اصلا از پاکستانند، ولی پیروان این گروه دهشت افکن به تمام جهان خطر داشته میتوانند. به ویژه بعد آن که خلافت گروهی به نام دولت اسلامی در عراق و سوریه به هم زده شد، نگرانی های وجود دارد که جنگجویان آن طریق ترکیه به زادگاهشان برمیگردند، من جمله به آسیای مرکزی هم. سیروجین اسلام همکاری ما از بخش ازبکی رادیو زودی عین حال در ترکیه قرار دارد و قبل از برنامه من با او صحبت داشتم. نخست پرسیدم که آیا واقعا چنین خطر احساس شونده است یا نه؟ سلام، نه این گونه احساس نیست. البته در ترکیه در استانبول من آرامی را دیدم، ولی مهاجران زیادی از ایران و سوریه را دیدم. ممکن است در مرکز شهر گفته می شود که 100,000 مهاجران سوریایی در اینجا سرپناه گرفتند و زندگی دارند، ولی در مناطق سرحدی ترکیه و سوریه
گفته می شود که مهاجران زیادی سوریگی جمع آمدند و شاید هم بین آنها طرفداران داعش باشند، ولی من با چند نفر که از ازبکستان و تاجیکستان آمده بودند اینجا صحبت کردم، آنها گفتند که تا هنوز یک وضعیت متشنج را احساس نکردند. سراج الدین، شما در آنجا با آنهای صحبت کردید که نزدیکانشان در سوریه و عراق بازداشت شده است. چند روز پیش یک زن تاجیک که در اسارت کردهای سوریه است با مادرش در تاجیکستان تماس گرفته، خواست که آزادی او و فرزندانشان را بخرند. اما آیا مصاحبان شما در این باره چی میگویند؟ با آنها نیز همین گونه معاملات پولی پیشنهاد شده است؟ آنهایی که با من صحبت کردند گفتند که کوشش میکنند با اونجا روند و خیش و اقربا خودشان را از اونجا برارند برای پول. یعنی گفته میشود که تا $3,000 برای یک نفر محبس داعشی طرفدارای کرد تقاضا دارند. نیزا در خاور میانه موج پناهندگان را به وجود آورد. میلیون نفر پناهنده به اروپا رفت و این مسئله در حلقه های سیاسی به موضوع مهمترین تبدیل یافت. اما خود یک ترکیه 2 میلیون نفر پناهنده را قبول کرد. نظر ترک ها در این رابطه چی است؟ البته نظر ترک ها نسبت به داعش و طرفداران داعش خیلی سلبی است، دوست ندارند، ولی بین آنها نیست طرفدارای داعش هستند، اما آشکارا نمیگویند. من در مجموع وقتی که با ترکای محلی صحبت کردم، آنها میگفتند که از آمدن نفر زیادی مهاجران از سوریه و از کشورهای دیگر از جمله از آسیای مرکزی، از ازبکستان و ترکمنستان و قرغیزستان و تاجیکستان خیلی نگرانند، چون آنها آمدند و مثلا سطح زندگیشان پایین رفت، دزدی، جنایت زیاد شده است، فحش زیاد شده از گویا، و بخواستن که این مسئله حل فصل خودش را هرچی زودتر پیدا کند، چون ترکیه کشور زیاد است، بیش از 82 میلیون نفوذ دارد و آمدن بیش از 2 میلیون سوریایی البته زندگی آنها را از راه برآورده است تا اندازه، مخصوصا این در شهرهای بزرگ چون استانبول دیده می شود. همکارم سراج الدین اسلام بود که از ترکیه با ما صحبت میکرد. من برنامه را ادامه میدهم و برمیگردیم به تاجیکستان. تا انجام ماه رمضان یک هفته دیگر باقی ماند و در تاجیکستان مقامات به جمع‌آوری فطری روزه مردم پرداختند. شورای علمای مرکزی اسلامی سابق قاضیوت تاجیکستان اندازه فطری روزه را امسال برای یک نفر 5 سومانی و برای افرادی دارا باشد 48 سومانی مقرر کرده است. همکارم عبدالله شوروف با پوشش این موضوع مشغول بود و تفصیلات را حالا از او میپرسیم. خب عبدالله، نخست بگو که چرا مقامات صدقه فطری مردم را جمع میکنند؟ مگر این کار اختیاری نیست؟ سلام شهلا، مقامات تاجیکستان بر اینند که تا به حال فطری روزه به شخصان واقعا نیازمند نمی رسید و بیشتری نمازگزاران این صدقه را به روحانیان هدیه می کردند. از این رو مقامات می گویند آنها صدقه را دست جمعانه خون می کنند و به افراد واقعا نیازمند می رسانند. بهرام میروف، سخنگوی حکومت ولایت ختلان، در صحبت به رادیو آزادی گفت عین زمان در تمامی شهر و ناحیه های ولایت نقشه چاره‌بینی ها برای کمک به خانواده های کم بضاعت ترتیب داده شده، جمع آوری فطر روزه آغاز شده. یعنی مقامات از قبل معین کردند که پول رو به کی خواهند داد، درست است؟ بله، مقامات در برابر جمع آوری صدقه آیله های کم بضاعت را نیز روی خط می کنند که به آنها صدقه فطر داده می شود. برای مثال عبادالله نعمت‌زاده، رئیس جماعت رودکی ناحیه واسه، گفت در جماعت 200 خانواده کم بضاعت و یک یتیم کل الکی روی خط شدند که صدقه فطر مردم به آنها تقسیم کرده می شود. عبدالله، آیا تقریبا معلوم است که مقامات از این حساب چه مقدار مبلغ را می توانند جمع کنند و تو کجا کفالت است که مبلغ های جمع شده واقعا به خانواده های فقیر می رسد؟ سال گذشته شهلا، کمیته دینی تاجیکستان رسما اعلان کرده بود که از حساب فطری روزه در قلمرو کشور 42 میلیون سومانی مبلغ جمع آوری شده به نیازمندان رسانیده شد. در مورد تقسیمات عادلانه این مبلغ ها واقعا سوال زیاد است و کارشناسان هم میگویند دولت را ضرور است پیش از همه باید شفافیت تقسیمات این مبلغ ها را تامین کند. ما میترسیم که همین فطری روزه بریم مثلا باز کروپسیه بازی نکنه که مردم همون
یک قسمش کیسه به نزنم. کی میدونه یکیش میگیره 100 تومان میشه، دیگرش میگه یکی میگیره 10 تومان میشه. کمک باید که اچوت کیاس کی ما شما فلان خطر پول گرفتیم و فلان خطر پول دادیم. موافق تعلیمات دین اسلام باید مردم فطر روزه خود را به شخصان فقیر و مسکینان بدهند. تشکر عبدالله برای صحبت. در تاجیکستان بوری اول نیست که برخی رسوم دینی از جانب مقامات تنظیم می شود، از جمله تو امروز نمازگذاری، مرکه های عزا، جنازه و امثال این از سوی اداره های دولتی نظارت می گردد. هست که گذاشتن نام با کودک یا ویو فرزند با محله حتمان روی زندگی صاحب نام ویو مردم همون مکان تاثیر خود رو می رسوند. اخیران امردین اولیموف در دهه با نام آزادی در حدود نویه جیهون مهمان بود و همرو با شما خواهیم دید که این نام آزادی با سکنانش به چی شکل اثر کرده است. حالا ما در مسافه 190 کیلومتر از دوشنبه در نزدی دهه آزادی قرار داریم. این دهه در قلمرو ناحیه جیهون نزد مرزی تاجیکستان و افغانستان قرار گرفته است. حالا می رویم می بینیم که مردم این ده چگونه زندگی می کنند، چرا آزادی نام گرفته است و این نام به خصلت مردمش چی ربطه دارد. این دهه سال 1984 تأسیس یافته است. حکومت آن وقته تاجیکستان زمین های این منطقه را آبیاری کرده قسم از ساکنان نواحی اطراف را برای کار در زمین ها به اینجا آورد. تا پاشخوری اتحاد شوروی یکی از اوچستکه های کلخوزی لینین بود. ارومبای یلداشف 85 ساله از اولین ساکنانی دهه است. چند سال رئیس محله هم بوده است. همه خجاینا همه آشنا بود. رنگ همی. یک گوسفند کشتیم. آوردیم سنگ ای پنج کشیدیم. ای پنج زباد خلق کشیدیم. خب. این را بیتون چیش اصوات شا اینا الهام سپر پرکز بود و اینجا کشیدیم. تمام هم قضیه اسباب شد. سال 1992 دهه را آزادی نامگذاری کردند. ساکنان میگویند با روحیه آزاد همیشه برای حقشان تلاش میکنند. بعد مراجعت های زیاد زمین هایشان را که سالها از نبود آب به حاصل بودند آبیاری کردند. مردم قانون را میدونند آزادند. کارگروه خوبان همش. همه طرف هست آزادن آزادی ما. گلبهار عبیروت در همین دهه به شوهر برآمده است. حالا صاحبی چهار کلین است. میگوید تلاش کرده است تا فرزندان و کلین هایش تحصیل دیده باشند و محدودیت را احساس نکنند. همش آزاده. یا تش خدم داخل کرده اگه این پیدون ست خوندن. معلیمه. ای دیم کلینم هم معلیمه شده کار میکنن. دیتش خونش نه. و همش راضی ای برای کار کردنم و باوری داشتم که خوندگیم کرده میمونه. ساکنان آزادی به فرق از دهه‌های اطراف به تحصیل دخترانشان بیشتر دقت میدهند. حتی به دانشگاه داخل نشدن دختر باعث شرم والدینش میشده است. من همین سال 93 همش هم خوندنی رفته شدن. معلمه میسترا شده بسیار همش هم خوزی آمده کار کرده ایستان. دولتی مولوده خولمتوه 19 سال است که به کودکان تعلیم میدهد. حالا او برای خوانندگان صنفی سیوم در باره آزادی نقل میکند. میگوید از زمانی شوهر کردنش همیشه آزاد بود و در مسائل اویلوی فکری او هم به نظر گرفته میشود. موده فرق ندارد. در همه خودش میرود یکی من میروم. میگیریم در یک جای. معاشیمو در یک جا است. حالا دهه آزادی دارای 242 خواجگی است و اهالیش زیاده از 1500 نفر را تشکیل میدهد. هر یکی او از روی فهمیش و تصورش خود را آزاد و آزاداندیش میحسابد. برنامه امروز رو در همین ثانیه ها به انجام می رسانیم. تفصیلات خبرهای روز رو شما امکان دارید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org دسترس کنید. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی داریم و از یادتان نرود تا فردا برنامه خبری نیز هست. خدا نگهدار.